به نام خدای مهربان، با سلام و مجدد حضور دانشجویان گرامی سمستر سوم دانشکده اقتصاد پوهنتون جامی. جلسه دوم ما از هفته سوم درسی از مضمون اساسات تمویل و سرمایه‌گذاری شرکت ها آغاز میشه. امیدوارم که همه شما سلامت و تندرست باشید. در این جلسه هم میپردازیم به ادامه درس قبلی ما شما که انواع نهادهای تجارتی بود. ما شما مالکیت انفرادی را خواندیم، شرکت تضامنی را هم خواندیم و شرکت لیمیتد را هم خواندیم. به ادامه درس میپردازیم به شرکت سهامی و به تعقیب از او هم کوپراتیف ها و درس ادامه میدیم. یکی دیگه از اشکال و از انواع مؤسسات تجارتی یا نهادهای تجارتی شرکت سهامی هست. در بعضی از کشورها دو نوع شرکت سهامی وجود داره، شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام. ولی ما در افغانستان تنها یک نوع شرکت سهامی داریم که اگر این مقایسه کنیم با نوعیت شرکت های سهامی سایر کشورها، این نوعیت ما شرکت سهامی عام است. ولی ما در قوانین هم تنها به نام شرکت سهامی داریم. فقط یاد شما باشه که ما در افغانستان شرکت سهامی خاص نداریم. و وقتی از شرکت سهامی صحبت میکنیم، یک نوع شرکت سهامی هست و همون نوعیتیه که در دیگه کشور به نام شرکت سهامی عام یاد میشه. خب شرکت سهامی دارای چی مزایا و چی محدودیت ها میباشه؟ اول 4 تا نکته داریم تحت عنوان مزایای شرکت سهامی. نکته اول، شرکت دارای عمر نامحدود هست. معمولا وقتی که شرکت سهامی تأسیس میشه، یعنی یاد شما باشه که شرکت سهامی هم در ابتدا حداقل 5 نفر مؤسس باید داشته باشه و تعقیب از اون میتونه تعداد شرکای هر تعدادی که باشه، هیچ نوع محدودیتی وجود نداره. خب شرکت دارای عمر نامحدوده. به این معنی وقتی که شرکت تأسیس میشه، چون سرمایه این شرکت ها تقسیم میشه به اسهام، هر کس که علاقمند باشه، هر سرمایه گذاره میتونه که اسهام این شرکت ها را از بازار خریداری کنه و به اندازه سهمی که خریداری کرده میتونه مالک شرکت باشه. یعنی بعضی وقتا مالکین این شرکت ها به هزاران و میلیون ها نفر هم میرسن. شرکت هایی که بسیار کلانه و سرمایه بسیار زیاده داره و تعداد اسهام میلیونی داره، اونا میتونن که سهامداران بسیار زیاده داشته باشن. میتونه مثلا یک نفر 100 تا سهم داشته باشه، یک نفر 500 تا، یک نفر 1000 تا، یک نفر 5000 تا سهم داشته باشه. هر کس به اندازه سهمی که داره مالک شرکته و ممکنه کسانی که سهامدار باشن اصلا از مدیریت شرکت تا آگاهی نداشته باشن. حتی میتونه یک شرکت در یک کشور تأسیس شده باشه و اسهام از او به یک کشور دیگری خرید و فروش بشه. بنابراین شرکت فعالیت خود انجام میده و همه قسم ادامه داره. یعنی شرکا، فوت یک شریک، کنار رفتن یک شریک، یعنی فروش اسهام توسط یک شریک به افراد دیگری در فعالیت شرکت تأثیری نمیگذاره. تا زمانی که کدام حادثه اتفاق پیش نیاید یا شرکات جمعی تصمیم بگیرند که شرکت منحل کنند یا حوادث غیر مترقبه باعث از بین رفتن شرکت بشه، در غیر از او اگر این اتفاق نیفتاد، شرکت ممکنه تا ابد به عمر خود ادامه بده و فعالیت کنه. به او خاطر اینجا ذکر شده که عمر این شرکت ها نامحدوده. نکته دوم، مالکیت شرکت از طریق فروش سهام با آسانی قابل واگذاری به دیگران هست. من پیشتر یادآوری کردم هر کس که علاقمند باشه که در این شرکت ها سرمایه گذاری کنه، مراجعه میکنه به بازار مالی و میتونه در صورتی که کسان اسهام خود عرضه کرده باشن، اینا میتونن که خریداری کنن. پس با آسانی اسهام شرکت قابل خرید و فروشه و نیاز به اجازه خود شرکت یا سایر شرکا نداره. هر شریک با آسانی میتونه که اسهام خود بفروشه یا اسهام دیگری بخره و به جمع اسهامی که داره افزود کنه. نکته سوم، مسئولیت هر سهامدار به اندازه سهام میباشد، مانند
شرکت های لیمیتد یا معدود المسئولیت، به این معنا که اگر فرد مثلا صد قطع سهم خریداری کرد و هر سهم بودی 1000 افغانی میشه 100000 افغانی، این فرد به اندازه 100000 افغانی سهمی که در شرکت داره مسئولیت داره. همون 100000 یا به شرکت اگر از بین رفت، اگر تلف شد، اگر شرکت ضرر کرد و شرکت حتی قرضدار مردم ماند، کسی نمیتونه به خانه از این فرد شریک مراجعه کنه بگه تو شریک شرکت بودی و شرکت ما با شرکت معامله داشتم، جنس فروخته بودم و حالا شرکت شما ضرر کرده یا منحل شده، تو بیا قرضام رو بده. کسی نمیتونه مراجعه کنه چون این فرد 100 تا سهم خریداری کرده و 100000 افغانی به اندازه 100000 افغانی شریک شرکته. خب 100000 افغانی از این ممکن از بین رفته، دیگه کسی نمیتونه مراجعه کنه و کسب و کار دیگری ممکنه او داره و نمیتونه که به او مراجعه کنه و بگه از این دارایی ها خب تو بیا قرض شرکت رو پرداخت کن. فقط همون مبلغی که به شرکت سپرده و با عنوان سهمدار، همون اگر از بین رفت دیگه کسی هیچ گونه مراجعه کرده نمیتونه به این فرد. نکته سوم، شرکت سهامی با آسانی میتوند به افزایش سرمایه اقدام کند. بین تمام نهادهای تجارتی شرکت سهامی یکی از شرکت‌های یا یکی از نهادهایی که به آسانی میتونه دست به افزایش سرمایه بزنه. مثلا اگر نیاز به سرمایه داشته باشه میتونه تعداد اسهام خود افزایش بده. فرض کنیم یک شرکت 10000 قطع سهم فروخته، هر قطع سهم 1000 افغانی، میتونه که 2000 قطع سهم دیگه یا 5000 قطع سهم دیگه هم نشر کنه و اینا رو هم به فروش بگذاره و دست به افزایش سرمایه بزنه. این اجازه داره از لحاظ قانون. و همچنان شرکت های سهامی میتونن که سند قرضه نشر کنن. یکی سند سهم داریم، یکی سند قرضه. اینا میتونن سند قرضه هم نشر کنن. سند قرضه نشر کنن و از مردم قرض بگیرن و برای کسانی که به شرکت قرض میدن رب یا سود پول پرداخت کنن. این چهار نکته به عنوان مزایای شرکت سهامی. محدودیت ها. اول، ایجاد شرکت سهامی مراحل پیچیده قانونی داره، یعنی نسبت به سایر شرکت ها این شرکت ها پروسه اداری طولانی تر دارن تا تأسیس بشن. در این شرکت ها هم درآمدهای اینا دو بار شامل مالیه میشه، مانند شرکت های لیمیتد. یعنی یک بار اگر شرکت مفاد کسب کرد به نام شرکت به دولت مالیه میده و دوم وقتی که شرکت مفاد در بین سهامدارا تقسیم کنه، هر سهامدار از مفادی که به دست میاره مینیست یک شخصیت حقیقی، چون درآمد کسب کرده باید به دولت مالیات پرداخت کنه. اینجا که درآمدهای شرکت ها یعنی دو بار شامل مالیه میشه، مانند شرکت های معدود المسئولیت. نوعیت دیگر یا نوعیت پنجم نهاد تجارتی شرکت های تعاونیه که ما در افغانستان به نام کوپراتیف ها هم اونا رو میشناسیم. البته این نوع شرکت ها یک تفاوت با چهار نوع شرکتی که ما پیشتر یاد آوری کردم، البته یک نوع مالکیت انفرادی که نام شرکت رو نمیگذاریم که مالکیت انفرادی بود، شرکت های تضامنی بود، شرکت های لیمیتد یا محدود المسئولیت و همچنان شرکت های سهامی. سه تا شرکت و یکی هم مالکیت انفرادی، این چهار نوع هدف از اونا کسب منفعت و افزایش ثروت یا داراییه. اما شرکت های تعاونی هدف اینا کمی متفاوته. هدف شرکت های تعاونی کسب درآمد، افزایش ثروت و اینا نمی باشه. اینا معمولا کوشش میکنن که وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضایی که ای تعاونی رو به وجود آوردن بهبود بخشن. هرچند که در نهایت اگر بیایم محاسبه کنیم نوع منفعت حاصل میکنند، اما هدف افزایش دارایی و ثروت نمیباشه در این شرکت ها. این شرکت ها معمولا سهولت های رو برای اعضا ایجاد میکنن که اون سهولت ها ممکنه مزیت های اقتصادی یا اجتماعی برای اعضا داشته باشه. یعنی اونا نمیتونن از طریق شرکت تعاونی به دارایی ها یا مفاد انگفته برسن و بتونن از این طریق افزایش ثروت بکنن. خب این شرکت ها معمولا
وقتی تأسیس میشه ممکنه مثلا شرکت تعاونی برای دهقان‌ها تأسیس بشه که اونا بتانن محصولات خود مستقیم به بازار یا برای فردی که در نهایت به اون نیاز داره به او برسانن و دستهار در این میان کوتاه کنن تا به نرخ بهتر این محصولات خود بفروشن. یا مثلا کارمندان دولت ممکنه یک کوپراتیو تأسیس میکنن تا نیازهای اولیه که دارن مواد خاروبار و امثال هم اینا رو بتانن از دست اول خریداری کنن و به اختیار اعضا قرار بدن، یعنی ارزانتر از بازار به اختیار اعضا قرار بدن. اینجا میبینیم که هدف با یک شرکت لیمیتد یا سهامی تفاوت کرد. او شرکت ها سرمایه گذاری میکنن تا سرمایه از اون افزایش پیدا کنه و به سرعت اندوزی دست میزنن، در حالی که اینجا میبینیم که هدف ای است که یا عرضه کننده بتانه جنس به خریدار نهایی برسانه با قیمت بهتر و یا اینا ممکنه به عنوان تقاضا کننده باشن و از شرکت های اصلی یا داخلی یا خارجی از منابع دست اول خریداری کنن تا دست هایی که در جریان عرضه زیاد هست اینا رو کوتاه‌تر بسازن و ای کالا و خدمات با نرخ مناسب‌تر برای اعضای کوپراتیو یا تعاونی بتونن به اونا برسانن. هدف از اینا پس می‌بینیم که با شرکت‌های دیگه تفاوت می‌کنه. خب این شرکت‌ها تعداد اعضای نامقید نیه و به هزارها و میلیون‌ها هم میرسن. بعض کوپراتیو‌ها یا شرکت‌های تعاونی هستن که تعداد از اینا بسیار زیاده، کسانی که سهمدار این نهادها هستند. هدف تأسیس کسب مفاد نقدی نبوده بلکه کمک به وضعیت اقتصادی اعضاست که من توضیحات از این ارائه کردم. سرمایان از طریق حق العضویت های اعضا افزایش پیدا میکنند. معمولا هر کس یک حق العضویت پرداخت میکنه، چون تعداد اعضا معمولا زیاده با مبلغ کم حق العضویت یا سهمگیری مبالغ بسیار کلان سرمایه جمع‌آوری میشه و این شرکت ها فعالیت میکنن. و من بیشترم یادآوری کردم شما در این نقطه میبینین که این شرکت ها با حذف واسطه ها تولید کننده و مصرف کننده را با هم نزدیک میسازن و از این لحاظ اینا منفعت کسب میکنن و بعضی از علما این شرکت ها را حتی تجارتی نمیدانن، زیرا هدف از اینا کسب اون مفاد معمولی که در دیگه شرکت ها هست در این نهادها نمیباشه. این هم بود یکی دیگه از انواع مؤسسات یا نهادهای تجارتی. در ابتدای این فصل اگر یاد شما باشه گفتیم که یک مدیر مالی یا یک فردی که در یک نهاد تجارتی فعالیت میکنه هم نوعیت نهاد تجارتی رو باید بشناسه و با او آشنا باشه و هم ماحول باید بشناسه. یکی از چیزهایی که باید با او شناخت داشته باشه مخصوصا مدیر مالی سیستم مالی هست، یعنی مدیر مالی باید با سیستم مالی آشنایی کامل داشته باشه، چون شرکت ها با سیستم مالی ارتباطات دارن و از این سیستم ها معمولا استفاده میکنن، باید شناخت کامل داشته باشن. حالا در این سلاید به توضیح و تشریح سیستم مالی میپردازیم. اول که سیستم مالی خود از او ابزار اقتصادیه که میتونه پسندازهای راکد و پسندازهایی که در خانه ها جمع شده اونا رو تبدیل کنه به سرمایه ها و سرمایه گذاری کنه، چون سیستم مالی فعالیت میکنه و هر پیمانه ای که سیستم مالی فعالتر باشه به همو اندازه میتونه که سرمایه هایی که پسندازهایی که در گوشه مانده شده اینا رو به سمت سرمایه گذاری رهنمون بسازه. ای از فعالیت های اصلی سیستم مالیه. و سیستم مالی متشکل از چی هست؟ اول سیستم مالی متشکل از تعداد بازاره که ما به نام بازار پول و بازار سرمایه یاد میکنیم که به تعقیب این سلاید بیشتر بازارها رو توضیح میدیم. بعد از بازارها مؤسسات و افرادی که به معامله میپردازن در این بازارها، کسانی که وارد این بازار میشن، وارد بازار مالی میشن
و به معامله میپردازن. ای افراد هم هستن و واسطه های مالی و دلالان هم در این بازار فعالیت میکنن. در پهلوی کسانی که به معامله میپردازن یا این معاملات را سهولت میبخشن، ارگان های نظارتی که معمولا از طرف دولت یا نهادهای بین المللی تعیین میشن، اونا هم در سیستم مالی فعالیت میکنن. که میتونه دولت باشه یا نمایندگی از دولت، بانک مرکزی باشه یا سازمانهای مستقل دیگری که همه وظیفه به اونا سپرده میشه که بازار مالی کنترل میکنن. و نکته چهارم، مردم و تصدی ها که علاقه به قرضدهی و قرضگیری دارن به عنوان زینف ها در سیستم مالی اینا فعالن. این چهار نکته که میبینین، اینا کسانی هن که سیستم مالی تشکیل میدن یا سیستم مالی ما متشکل از این اجزاه. خود واسط های مالی معمولا همین پروسر آسان میسازن که ما شما جو دارن واسط های مالی. مثلا شما اگر یک بانک در نظر بگیریم، به عنوان یک واسطه مالی کوشش میکنه که مردم رو تشویق کنه که پس اندازه خو بیارن به بانک، و وقتی که پس اندازه کوچک به تعداد زیاد جمع آوری میشه، سرمایه بسیار کلان شکل میگیره و اینا رو برای کسانی که نیاز به پول دارن تا سرمایه گذاری کنن و اونا قرض میده. پس میبینید که یک واسطه مالی پروسه قرضدهی و قرضگیری آسان میسازه. و معمولا واسطه مالی اگر بیشتر فعال باشن، هم پروسه قرضدهی و قرضگیری سرعت بخشیده میشه و همچنان مصارف قرضدهی و قرضگیری کاهش پیدا میکنه، راحتتر سرمایه تأمین میشه و مصارف سرمایه گذاری ها کاهش پیدا میکنه، چون با موجودیت واسطه مالی نرخ ربح کاهش پیدا میکنه و مصارفی که در پروسه قرضدهی و قرضگیری ارزندام میکنه در پهلوی نرخ ربح اون مصارف کاهش پیدا میکنه. اینجا یک تعریفی هم داریم یا یک توضیح داریم از دارایی مالی که معمولا هم به شکل پول و بدهی و سهام ارزندام میکنن. ما شما هم دارایی حقیقی داریم هم دارایی مالی. مثلا اگر فردی دکان داره، شرکت داره، موتر داره، خانه داره، او به نام دارایی حقیقی یاد میشه. اما اگر پول باشه، از اوراق قرضه و سهم و اینا باشه، اینا به نام دارایی مالی یاد میشه. ما شما با سیستم مالی آشنا شدیم در سلاید قبلی. حالا سوال داریم که سیستم مالی چی میکنه؟ چی فعالیت های انجام میده که نکته وار اینجا توضیح میدیم. اول، وجوه مالی از قرض گیرنده به قرض دهنده، ببخشید از قرض دهنده به قرض گیرنده سوق میده. معمولا فردی که مازاد پولی داره، پس انداز داره و علاقمنده که ای پول خود به کسی قرض بده و بتونه از بهره از او یا از سود پول خود استفاده کنه. اگر سیستم مالی فعال نباشه، شاید نتونه فردی پیدا کنه و اطمینان کنه بر از او و این پول خود بر از او به قرض بده و او هم به همین میزان پول نیاز داشته باشه و بالاخره اینا توافق کنن و این پول بگیرن. این کمی مشکله. اما وقتی که سیستم مالی فعال باشه، نهادهای مالی مثل بانک‌ها، بازار مالی، نهادهای بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، اینا اگر فعال باشن، قرضدهی و قرضگیری با سهولت صورت میگیره. کار دیگه که میکنه، پول و قدرت نقدشویندگی یا سیالیت ایجاد میکنه. شما میفهمید که پول به عنوان سیالترین داراییه و ما شما میگیم که هر دارایی که زودتر به پول نقد تبدیل بشه، او دارایی سیالیت بالاتری داره نسبت به داراییایی که دیرتر به پول نقد تبدیل بشن. اما وقتی که ما پول نقد را پس انداز کنیم و یک گوشه داخل یک بکس بگذاریم و از او استفاده نکنیم، همین قدرت سیال بودن از پول گرفتیم. پول زمان سیاله که مورد استفاده قرار بگیره، داد و ستد بشه. اما وقتی که ما این پول بریم یک گوشه حفظ کنیم و اون یک سال دو سال همیت ذخیره کنیم بدون از اینکه وارد چرخه اقتصادی بشه، ما قدرت سیالیت از پول حذف کردیم. بنابراین وقتی که سیستم مالی فعال باشه، پس همین پول و قدرت نقدشویندگی سیالیت ایجاد میشه. یعنی دوباره این پولهای راکد و پولهای گوشه گذاشته شده وارد سیستم میشه با کمک سیستم مالی. نکته سوم، سیستم تادیات مناسب فراهم میکنه. شما میبینیم که سیستم تادیات اگر در داخل کشور هم در نظر بگیریم یا در خارج، مثلا در معاملات بین المللی، شما وقتی که
تجارت بین المللی مثال بدیم، فردی از یک کشور دوردست اجناس خریداری میکنه و کشور وارد میکنه، پول را از طریق سیستم بانکی انتقال میده، نیاز نداره که بکسای پول را مثلا از این کشور همراه خود بگیره بره به یک کشور دیگه و کالا خریداری کنه. همچنان که در داخل کشور پرداخت معاشات و همسالان از طریق سیستم بانکی یا نقل و انتقالات از یک شهر به شهر دیگر، این مواردیه که این سیستم فراهم میکنه، یعنی این تسهیلات سیستم مالی فراهم میکنه. نکته چهارم، خدمات مالی مانند بیمه و حقوق تقاعد سیستم مالی فراهم میکنه. نهادهای بیمه شما میبینیم که شرکت ها و افراد میتونن که دارایی ها و یا تجارت خود میتونن بیمه کنن و از خطرات در امان بمانند. و بحث حقوق تقاعد هم ما شما در افغانستان در دولت داریم، از معاش مامورین دولت هر ماهی که بنا معاش پرداخت میشه 1% معین منفی میشه و اینا ذخیره میشه و در نهایت بعد از دوره‌ای که فرد تقاعد میکنه بر از او به عنوان یک معاش الی زمان وفات از او پرداخت میشه. اینا همه خدماتی هست که سیستم مالی فراهم میکنه. و نکته پنجم، بحث سبد سهام یا پورتفولیوه. با این شما آشنایی داریم، در درس‌های قبلی هم راجع به او صحبت کردیم. وقتی سیستم مالی فعال باشه میتونه که سبد از اوراق بهادار بر افراد ارائه کنه تا اونا سرمایه خود در یک نقطه سرمایه گذاری نکنن، چون سرمایه گذاری در یک نقطه خطرات بیشتری داره. اگر ما سرمایه خود در چندین نقطه سرمایه گذاری کنیم خطرات کاهش پیدا میکنه، که این تنظیم سبد سهام یا پورتفولیو سیستم مالی فراهم میکنه. خب در ادامه ما در سلاید بعدی میاییم نوع تامین مالی یا قرضدهی میخوانیم که دو نوع تامین مالی داریم یا دو نوع قرضدهی یا قرضگیری داریم، یکی با واسطه و یکی بدون واسطه، که اینا در سلاید بعدی تشریح میکنه. خب در این سلاید شما میبینیم که ما واحدهای دارای کسری داریم و واحدهای دارای مازاد، یعنی کسانی که پول اضافی دارن و پس انداز میکنن و کسانی که نیاز به پول دارن تا سرمایه گذاری کنن. شیوه قرضدهی میتونه به شیوه مستقیم باشه و شیوه غیر مستقیم. اولا اینکه خانوارها معمولا چون مالکین عوامل تولیدن معمولا پس انداز دارن. خانوار به این معنا که میتونه صاحب یک شرکت باشه، صاحب زمین باشه، صاحب کار باشه، یعنی عوامل تولید معمولا در اختیار خانوارهایه. پس بنابراین اینا میتونن که مازاد مالی داشته باشن. حالا شاید یک خانواده کمبود مالی داره، یک خانواده مازاد مالی، ولی در به صورت کل اگر پس انداز در جامعه باشه متعلق به خانواده ها هست. این خانوارها ممکنه که به صورت مستقیم به فرد قرض بدن، به شرکت قرض بدن. این باشه خانواده باشه قرض دهنده و این طرف هم باشه قرض گیرنده، که ما شما به نام قرض دهنده نهایی و قرض گیرنده نهایی اینا رو معمولا یاد میکنه. در این روش تامین مالی مستقیم یا قرضدهی مستقیمه. معمولا این کمتر صورت میگیره و دارای خطرات بیشتره. روش دیگه تامین مالی غیر مستقیمه. خانوارها که مازاد درآمد دارن و پس انداز دارن اینا رو به واسطه های مالی میسپرن، چون به واسطه های مالی بیشتر اعتماد دارن. مثلا ممکنه به بانک مراجعه کنن پس انداز کنن، ممکنه به بازار مالی مراجعه کنن و از اون طریق اسهام یا اوراق بهادار خریداری کنند. بعد این پس اندازی که برای یک واسطه مالی سپرده شد از طریق واسطه مالی باز به نهادهایی که نیاز به پول دارند به اونا سپرده میشه. و اگر ما به این شکل دومی تامین مالی را انجام بدیم به نام تامین مالی غیر مستقیم یا قرضدهی غیر مستقیم یاد میکنیم، و اگر به این شکل اول صورت بگیره به نام تامین مالی مستقیم یا قرضدهی مستقیم یاد میشه. خب این جلسه دومی ما بود از هفته سوم. هفته سوم درسی ما با ختم این جلسه ختم میشه و انشالله میریم در هفته آینده آغاز هفته چهارم و درسای جدید شروع میکنیم. فعلا خداوند حافظ و نگهدار شما.